خب جلسه گذشته راجع به چی داشتیم صحبت می‌کردیم؟ در مورد یوسوبت یوسوبت و یکی از مهمترین چیزایی که گفتم مصرف آب. بله من خیلی سوال دارم اگه خیلی خوب بفهم. می‌خواستم اول بپرسم یه آدم مثلا من یه کوچولوام. پس چجوری بدونم چقدر آب بخورم نسبت به یکی که یه ذره بزرگتر یا درشت‌تر باشه؟ خب ببین خیلی از فقط سایز نیست. که مثلا چون شما کوچولو یکی خیلی بزرگتر، البته معیار یکی از معیارها هست ولی نه همه معیارها. بله. هوا مثلا الان هوا چجوری وسط تابستون داره. اینجا در خیلی هم عجیبه داره بارون میاد. خب وقتی که هوا اینجوریه و رطوبت زیاده و بارون میاد احتیاج ما به آب یه مقدار کمتره تا زمانی که مثلا توی تیرکش آفتابه و پس فصل خیلی مهمه و چقدر فعالیت میکنی در روز، هر چقدر فعالیتت بیشتر باشه خب بیشتر. مواد غذایی که میخوری چجوری هست؟ بعضی از مواد غذایی هست مثلا اگه نمک زیاد بخوری یا یه چیزایی بخوری بله. بیشتر احتیاج به آب داری. بعضیا کمتر. بعد از سوشی من همیشه خیلی تشنم تشنت میشه خیلی برای ساعت ها. خب و میخوری آب میخوری؟ بله همش آب میخوام. خب ببین پس خیلی چیز، یکی دیگه از مهمترین هاش که گفتی سایز، سایز هم مهمه. من یه معمولا فرمول کلی نمیدم ولی توی کتابم آوردم که اون مقدار وزنی که داری شما تقسیم شما چقدر وزن چقدر به پوند میتونی بگی؟ من 112. 112. 112 رو اگر نصفش کنیم چی میشه؟ میشه چقدر؟ میشه 66. 66. خب یعنی شما تقریبا بعد روزی 66 اونس آب بخوری. آها اوکی من نصف کنیم ویت نصف میکنی و اون پوند رو تبدیل میکنی به اونس. اوکی. البته میگم فرمول کلی نیست. وقت برای اینکه همین خود شما ممکنه یه روزی باشه که فعالیتت زیاد باشه. بله. مثلا من روزی یک ساعت ورزش میکنم. خب مثلا عرق زیاد میکنه. خیلی. خب اگه یک شخصی ورزش زیاد میکنه عرق میکنه خب مسلما اون لیکوید و اون آبی که از بدنش خارج میشه باید یه جوری جایگزین کنه دیگه. 66 اونس رو باید ببرم به میتونیم بالاتر ببری ولی به صورت متوسط یه همچون قدر مثلا. مرسی دکتر. بس آب خیلی جالبه و میتونیم در برنامه آینده هم یه مقدار راجبش بیشتر صحبت کنیم. خیلی آب واجبه برای پوست و همه چی. برای همه چی. مرسی دکتر.